علی دایی، اسطوره فوتبال ایران، از خروج نخبه ها از کشور و عقب ماندن در زیرساخت ها گفت. جام ملت های آسیا و عملکرد قلعه‌نویی را مرور و کارنامه تاج را نقد کرد و از پرسپولیس و مربی جدیدش حرف زد که حتی اسمش را بلد نیست. سلام دوستان عزیز، به کانال خودتون خوش آمدید. با ما همراه بشید با صحبت های جنجالی علی دایی. علی دایی پیش از شروع جام ملت‌ها در قطر شرایط بسیار سختی پیش روی تیم ملی را پیش بینی کرده بود. گفتید که به مردم وعده قهرمانی دادن توقعتان را بالا می‌برد. به اعتقاد من تیم ایران در قطر یک روند سینوسی را طی کرد. یک بازی خوب بود، یک بازی بد. یک نیمه خوب بود و یک نیمه بد. همچنان عقیده دارم و پیش از این هم به شما گفته بودم نتیجه کلی تیم ملی در قطر برمیگردد به این مهم که بازی‌های تدارکاتی مناسبی برای آماده شدن جهت حضور در چنین تورنمنتی بزرگی مهیا نشد. برخی کارشناسان طراز اول همین عقیده شما رو دارن و عنوان کردن که انگار تیم ملی در قطر تازه حریفان تدارکاتی نسبتاً مطلوبی برابر خود میدید. من میگویم به همان دلیل عدم انجام بازی‌های تدارکاتی مناسب پیش از سفر به قطر تا بازی آخر ارنج اصلیمون را پیدا نکرده بودیم. شما بازی‌های تدارکاتی و آماده سازی کره جنوبی و ژاپن را به یاد دارید و ما چه کردیم؟ تازه با آن تدارک هم میتوان غافلگیر شد. اما برای ژاپن در یک چهارم نهایی شاید حتی داخل ایران خیلی امید به پیروزی برای تیم ملی تصور نمی‌شد. خدمت شما عرض کردم ما یک بازی خوب بودیم و یک بازی بد. بازی برابر ژاپن که به آن اشاره کردید، نیمه دوم چنان فوتبالی ارائه کردیم که هر تیمی برابر ایران قرار می‌گرفت عاقبتی جز شکست نصیبش نمی‌شد. تیم ملی در دو دهه اخیر هر چند سال یک بار از این نمایش‌ها داشته. همین بازی برابر ژاپن امیدوارمون کرد که طلسم 47 ساله نرسیدن به فینال جام ملت‌ها شکسته شود. خود من هم بعد از دیدن این بازی خیلی امیدوار شدم که بتوانیم به فینال برویم. اگر به فینال می‌رسیدیم شک ندارم قهرمانی به نام ایران سند می‌خورد. آقای دایی، تا این حد به قهرمانی ایران امیدوار شده بودید؟ شما ببینید که آن سوی جدول چه تیم‌هایی به نیمه نهایی رسیدن. کره جنوبی، استرالیا، عربستان حذف شده بودند. مانده بود قطر و اردن. ژاپن را هم که خودمان از گردونه خارج کردیم. اردن و قطر را همین چند ماه پیش از جام ملت‌ها در یک تورنمنت تدارکاتی شکست داده بودیم. بعد از بازی برابر ژاپن خیلی به پیروزی برابر قطر در نیمه نهایی امیدوار شده بودم. واقعا این افسوس برای این نسل ماند که هیچ قهرمانی و افتخار تیمی از خود به یادگار نگذاشتند. بله واقعا حیف شد که نتوانستیم به قهرمانی برسیم. خب این هم که نتیجه نگرفتیم و بیاییم از کارنامه تیم ملی در بازی‌های قطر دفاع کنیم درست نیست. شاید تنها دستاورد فوتبال ایران از جام ملت‌ها پابرجا ماندن رکورد علی دایی با 14 گل زده در ادوار این رقابت‌ها به عنوان بهترین گلزن بود. باور کنید من به این موارد و مسائل فکر نمی‌کنم. تعداد گل‌هایم را هم نمی‌دانم و از حفظ نکردم. گاهی دوستانم و شما یادآوری میکنید زمانی که به زمین میرفتم تنها فکرم کمک به موفقیت تیم ملی بود و این که با گلهایم دل مردم کشورم رو شاد کنم. در هیچ لحظه از فوتبالم به فکر ثبت رکورد و رکورد شکنی نبودم. روزی شما رکورد شخص اسطوره دیگری را میشکنی و روزی بعد یک نفر میآید و از رکورد شما عبور میکند. اصلا مگر با این رکوردها و آقای گل جهان یا آقای گل جام ملت‌ها شدن چیزی به ما اضافه شده و کاری برای من به شکل ویژه انجام دادند. آدم چه بهتر که در انسانیت رکورددار شود که میماند، وگرنه این قبیل رکوردها همه کنار میرود. انسان بودن بزرگترین دستاوردی است که یک شخص میتواند به آن برسد و این سعی و تلاش همیشگی من است. به بازیکنان فعلی و آینده هم همین توصیه را میکنم. اول به مسائل انسانی فکر کنند. شاید غرور و شاید دست کم گرفتن حریف و بازیکنانش در باد پیروزی 4-3 مقابل قطر در آن بازی ناکامی برابر قطر در نیمه نهایی را رقم زد، مثل کانال تلگرامی که توسط کادر فنی برای مهار اکرم عفیف ایجاد شده بود. من هم چنین موضوعی را شنیدم. اگر واقعا چنین کارهایی کرده بودیم، به نظر من اکرم عفیف بهترین بازیکن زمین در بازی برابر ایران بود. کما اینکه دیدید بهترین بازیکن جام ملت‌ها هم لقب گرفت.
هم گل زد، هم گل ساخت و دست آخر هم باعث اخراج مهدی دارومی شد. هر کاری که یک بازیکن میتواند برابر حریفش انجام بدهد، این بازیکن قطری برابر ما انجام داد. و باید اعتراف کرد که کانال تلگرامیتان کارایی مد نظرتان را نداشت، یا اطلاعات درستی درباره این بازیکن در این کانال وارد نشده بود، یا بازیکنان به صحبت‌های مطرح گوش نکردند. مدتی پس از بازگشت تیم ملی از قطر، در برخی صفحات این اینستاگرامی که منبع مشخصی هم نداشت، شایعه سنگین و غیر قابل باور توانی چند بازیکن و دریافت رشوه از قطر برای کمکاری در دیدار ایران و قطر منتشر شد، موضوعی که تهمت خیلی سنگینی است و قابل پیگیری قانونی است. من هم مثل شما فقط در شبکه‌های اجتماعی با این موضوع مواجه شدم و از اظهار نظر خودداری می‌کنم. وقوع چنین فعلی از بازیکنان طراز اول و بین‌المللی فوتبال ایران را خیلی بعید می‌دانم. برای من به شخصه این موضوع باور نکردنی است و نمی‌توانم قبول و باور کنم ورزشکار با غیرت ایرانی و وقوع چنین اتفاقی را. برخی نمی‌توانند از روی ناراحتی و خشم از باخت برون هر شایعی دلشان خواست راه بیندازن تا انتقام بگیرن و عصبانیت خودشان را خالی کنن. در حال حاضر آینده تیم ملی را چگونه تصور میکنید؟ جام ملت‌ها هر چه بود به پایان رسیده و هنوز اعتقاد دارم بعد از پیروزی برابر ژاپن خیلی راحت میتوانستیم به فینال برسیم و قهرمان جام ملت‌ها بشویم، که با قبول شکست تلخ برابر قطر از گردونه جام خارج شدیم. شاید خیلی سخت این فرصت و موقعیت تکرار شود و دیگر چنین مهلتی برای ما فراهم نشود. افسوس. در مصاحبه‌های پیشکسوتان فوتبال ایران اغلب روی این نکته تاکید داشتند که کمک‌های سرمربی تیم ملی در جایگاهی نبودند که بتوانند مفید واقع بشوند. خب، این تصمیم و نظر مستقیم یک سرمربی است که چه افرادی را به عنوان کمک در کنار خود روی نیمکت داشته باشد. خود من هم هر تیمی بودم دستیارانم را خودم انتخاب می‌کردم. نمی‌توانم نظر پیشکسوتان محترم فوتبالمان را رد کنم. نظرشان درست بوده است. کمک‌های تیم ملی بازیکنان موفقی بودند. اما آیا در زمینه مربیگری هم رزومه و کارنامه درخشانی داشتند؟ به عنوان نفر اول یک کادر فنی چه رزومه‌ای داشتند؟ یا اصلا در این حد کار حرفه‌ای کرده بودند؟ بنابراین من حق را به کارشناسان و پیشکسوتان می‌دهم. میگویند کمک مربی باید بتواند در بزنگاه عصای دست سرمربی باشد، اما در بازی قطر و در چند مرحله در جام ملت‌ها این اتفاق نیفتاد. همانطور که گفتم، این از اختیارات سرمربی است که دستیارانش را انتخاب کند. شاید آقای قلعه‌نویی بخواهد برای ادامه کار خود در تیم ملی و بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2026 از همین نفرات استفاده کند. من علی دایی نمیتوانم به انتخاب ایشان ایراد بگیرم. خود آقای قلعه‌نویی میتواند در این خصوص به فوتبال دوستان ایران پاسخگو باشد. تیم ملی ساحلی سوم جهان شد که ارزشمند بود. در فوتسال هم در جهان حرف برای گفتن داریم، اما خب در تمام دنیا درست یا غلط تیم ملی بزرگسالان و موفقیت‌هایش برای علاقه‌مندان به فوتبال لذت دیگه‌ای داره. پیش از پاسخ به این سوالتان، چون اشاره کردید، کسب عنوان سومی جهان را به ملی پوشان ساحلی کشورمان تبریک میگم. تا اندازه‌ای توانستم برای مردم جبران ناکامی تیم ملی در جام ملت‌ها را انجام دهم. حرف شما را قبول دارم. در اغلب کشور و تیم ملی بزرگسالان خواسته و ناخواسته اهمیت بیشتری دارد. ما باید دیدمان را بازتر کنیم، چون به نظر من تنها دلخوشی که مردم با آن آرام میگیرن همین فوتبال است. دیدید که اگر تیم ملی نتیجه نگیرد، همین دلخوشی را هم از مردم گرفته ایم. صحبت از این است که زمان پوست اندازی تیم ملی رسیده. احسان آصفی 34 یا 35 ساله و میانگین سنی بالایی که در قطر داشتیم، اما کسی که مثل علی دایی جسارت و جرأت اعتماد و میدان دادن به جوانان ناشناخته را داشته باشد وجود ندارد. دو سال دیگه جام جهانی 2026 را خواهیم داشت. شکر خدا با اضافه شدن تعداد تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها و افزایش سهمیه آسیا، مسیر راحتی برای حضورمان پیش رو خواهیم داشت. به اعتقاد من بهترین زمان ممکن را داریم که آرام آرام بهترین های جوانان حاضر در
لیگمان را وارد تیم ملی کنیم تا بیایند و جای بازیکنان بزرگی پیش از آنها در جوانی آمدن را بگیرند. من نمیخواهم اسم بازیکن خاصی را بیاورم. خب خیلی از این عزیزان در زمان جام جهانی 2026 شرایط سنی بالای حداقل 33 سال را خواهند داشت. خب در قطر هم ما یکی از این تیم‌هایی بودیم که میانگین سنی بالایی داشتیم. به نظر شما چرا تیم ملی در این 10 سال اخیر کمتر رو به جوانگرایی آورده است؟ عملکرد ما نشان میداد ما کار و فعالیتی نداشتیم که بتوانیم در پس آن یک نسل جوان و آینده دار را تحویل فوتبال ملی مان بدهیم. متاسفانه در رده های پایه کار اصولی و مدت‌دار نکردیم که این بازیکنان پله پله بالا بیایند و تجربه کسب کنند و عاقبت به کار تیمی بزرگسالان بخورند. پایمان به امان خدا رها شدند و فقط تعداد انگشت شماری به فوتبال حرفه‌ای ادامه دادند. این یعنی سیستم و زنجیره نسل‌سازی برای فوتبال ملی نداریم. مشغول کارهای دیگر هستیم و شاید این چیزها برایمان مهم نیست. با این شرایط در تیم ملی بزرگسالان نباید منتظر معجزه و حضور پدیده‌ها باشیم، درسته؟ به نظر من با این شرایط نمی‌توانیم از آقای قلعه‌نویی ایراد بگیریم. ایشان تمام سعی خودشان را کرد تا تیم ملی در قطر نتیجه دلخواه را کسب کند. مگر مربی هست که بخواهد تیم تحت هدایتش ناکام و بازنده باشد؟ خیر، هیچ مربی دوست ندارد شکست تیمش را ببیند. اما در این میان ما یک مسئله مهم را فراموش کردیم. شنیدن مسئله مهم فوتبال ایران از زبان چهره کاردان و متخصصی چون علی دایی جالب است. مسئله مهم فوتبال ما مدیریت آن است. مدیران فوتبال ما یک دوره کوتاه بعد از ناکامی میروند و غیب میشوند و چند سواه بعد دوباره برمیگردیم به حضور همان نفراتی که همیشه شکست خورده است. برای آقای کیروش احترام قائلم، اما ایشان از آسمان نیامد که مربی تیم ملی شود. مدیریت فوتبال ما با این مربی قرارداد بست. آقای کیروش را دوست دارم اما نتوانست به تیم ملی ما کمک خاصی کند. سه دوره جام جهانی و دو دوره جام ملت‌های آسیا فرصت کمی نیست. بخش بزرگی از تاریخچه تیم ملی ایران است. چه موفقیتی برای تیم ملی ما به دست آورد. حالا کجاست که پاسخگو باشد؟ متاسفانه مدیران در فوتبال ما میروند و یک سالی نیستند و بعد دوباره شابها از آسیا افتاد برمیگردند. حتی زمانی که شما سرمربی تیم ملی بودید آقای تاج هم در فدراسیون فوتبال بود. آقایان زمانی که میبینن ایشان نمیتواند فوتبالمان را به سوی موفقیت مدیریت کند و نتایج خوبی در زمان مدیریتشان نصیب فوتبال ملی ما نمیشود، باید به فکر تغییرات باشیم. اینکه در صورت عدم موفقیت تنها در فکر تغییر مربی و کادر فنی باشی و دکور را عوض کنیم که کار خاصی نکرده ایم. این عزل و نحس ها بازی با افکار عمومی برای پنهان کردن نقش خودمان در باخت هاست. باز هم تأکید میکنم که مشکل فوتبال ما مدیریت های مان است. مدیریت فوتبال ما درست بشود، باقی مسائل فوتبال مان هم درست میشود. در زمان برگزاری جام ملت‌ها لیگ برتر تعطیل بود، اما ورزشگاه آزادی همچنان همون شرایط مرمت نشده یک سال اخیر را دارد. همه این کاستی‌ها را یک مدیر درست و کارآمد می‌تواند حل و برطرف کند، چون خود آقایان می‌گویند پول هست و مشکل بودجه نداریم. یک مدیر شایسته و لایق که از کسی نترسد می‌تواند راحت مشکلات را برطرف کند. زمانی که بعد قطر بازی می‌کردم 4 تا 5 تا ورزشگاه بیشتر نداشت. جوان ها هم قدیمی بوده، اما الان به نظرم به اندازه جمعیتش ورزشگاه با گنجایش مناسب دارد که تمام مردم قطر بتوانند بیایند و فوتبال های مختلف را تماشا کنند. ما اما آن موقع که یک ورزشگاه آزادی را داشتیم و یک نقش جهان که بتوانیم نشان بدهیم ما هم ورزشگاه داریم. مگر می شود مملکتی به این بزرگی که این همه عاشق فوتبال دارد زیر ساخت های فوتبالش تا این حد فاجعه باشد؟ کدام مدیر آمده که به این مسئله اهمیت بدهد؟ البته این را بگویم که مشکل زیرساخت‌ها تنها معطوف به فوتبال نمی شود و در سایر رشته‌ها و حتی بخش‌های مملکت هم با این معضلات مواجه هستیم. یا زیرساخت نداریم یا اگر می سازیم بعضا فاقد کیفیت و کاربرد طولانی است. از زیرساخت کشور گفتید. سیل سیستان و بلوچستان هم میهنانمان را در این استان با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده.
مردم شریف سیستان و بلوچستان یا از کمابی و بیابی باید در مضیقه باشند یا به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم اسیر بلاهای طبیعی شوند. تصاویر و گزارش‌های این سیل ویرانگر را دیدم و شرایط سخت زندگی این عزیزان را می‌فهمم. امیدوارم برای آینده رفاهی این استان اقدامات لازم صورت بگیرد. علی آقا، هادی توپان هم در رشته خودش یک علیدایی است که با پشتکار خودش موفق شد قهرمان مسابقات آرنولد کلاسیک 2024 شود. می گفت تمام مخارج سنگین را خودش داده و از خانواده خودش به خاطر تنگناهای مالی عذرخواهی می کرد. قهرمانی هادی توپان علاوه بر خودش برای مردم کشورمان هم شیرین و لذت بخش بود. به ایشان از صمیم قلب تبریک می گویم. گفتگویش را با آرنولد دیدم که می گفت چگونه آرزوهش را دنبال کرده و عاقبت به آن رسیده. هادی هم مسیر سختی را برای تحقق اهداف و آرزوهایش پشت سر گذاشته. هادی چوپان الگوی مناسبی برای جوانان عاشق ورزش است. باید چنین نخبه‌ها و استعدادهای توانمند که کم هم نیستن مورد حمایت مسئولان ورزش قرار بگیرن. اینها پرچم کشور را بالا میبرن و ایران را سر زبانها میاندازن. باید قدرشان را دانست. از دوستان خوب صحبت کردید. یحیی گل محمدی که از بانک تجارت دوستیتان شکل گرفت عاقبت از پرسپولیس جدا شد. چون در وقت ماجرای پرسپولیس نیستم نمیتوانم نظر خاص در مورد دلیل رفتنش بدم. یحیی در طول مدت حضورش در پرسپولیس خیلی زحمت کشید که قابل کتمان نیست. چندین جام قهرمانی لیگ برتر، حذفی و سوپر جام را به تالار افتخارات پرسپولیس افزود. امثال یحیی گل محمدی در فوتبال ما زیاد نیستند. باید از چنین نیروهایی استفاده کرد. این چنین افرادی هستند که می توانند کیفیت فنی فوتبال ما را بالاتر ببرند. با اینکه خیلی وقت است از هم خبر نداریم، اما نتایج کار یحیی در پرسپولیس را دیدم. متاسفانه برخی اتفاقات اشتباه باعث از بین رفتن دلخوشی مردم می شود. اخیرا مدیر عامل پرسپولیس از چندین نوبت مذاکره و پیشنهاد برای همکاری با علی دایی صحبت کرده بود. این مذاکرات تا کجا پیش رفت؟ چون من فعلا به فوتبال برنمیگردم، همون ابتدا نه را گفتم. آقای درویش به من لطف داشت. خدا رو شکر الان زندگی آرام خودم رو دارم. دفعه قبل به شما گفتم تا کی باید در استرس و فشارهای فوتبال باشم. خدا رو شکر این مسیری هم که انتخاب کردم درست بوده. حالا شاید یک روزی به فوتبال برگشتم. همیشه گفتم عشق علی دایی به فوتبال سر جای خودش ثابت قرار داره. اما بعضی مواقع بد نیست که از عشق خودت دور باشی. مربی در ایران و همه جای دنیا میبینیم که تا نزدیک 80 سالگی هم با حرارت به کار مشغولند. برای علی دایی خیلی زود نیست که خودش را بازنشسته کند. چه کسی گفته که من بازنشسته شدم؟ فقط الان در این شرایط نمیخوام کار کنم. این تصمیم ربطی به بازنشستگی ندارد. بعد هم بگویم که آدم ها مختلف هستم. من یک مسیر برای زندگیم انتخاب میکنم، دیگران مسیر متفاوت با من را انتخاب میکنم. شرایط پرسپولیس بعد از جدایی یحیی گل محمدی و نفراتی که جذب شدن جوری هست که به موفقیت این تیم خوشبین باشیم؟ به غیر از بازی نخست با کادر جدید برای آلومینیوم در برابر تراکتور و زوباهن که دو تیم خوب لیگ هستن را پیروز شدند. این نشان میداد مسیر حرکتی تیم در شرایط خوبی قرار دارد. امیدوارم که پرسپولیس بتواند نتایج خیلی بهتری رقم بزند تا بتواند دل هوادارانش را شاد کند. دوستان عزیز، خیلی ممنونم که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. راستی شما چقدر با صحبت‌های علی دایی موافق هستید؟ راستی لایک هم فراموش نکنید. ممنونم از نگاهتون.